سخت. خیلی سخت آمان باشه آمان آمان سخت. باید باشه دیگه این اینطوری بزنی این زدی که حفظ شده بعد توند البته به این قواز پیانو پیانا هم میزنه همینه دیگه یعنی یه عضودی داره رو اون میزنه این تازه راحت‌تر باید باشه از پیانو. فلوت غیری واقعا بله یه فلوت اول سازه تو؟ فارس آره سولوژن

سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام پشت دم و دستگاه و وسایل و اینام فرزاد سلام خود روشوک این هفته اومد میخواست بپیچونه ولی زور آها سلام میخواست بپیچونه اه... چطوری؟ بعد نون آور اومدی حالا بس نوات پوشیدی و رو هم ببینید. ببینید اصلا بعد این میخوایم این خواستگاری بعد این میخوایم دیگه براش بریم آسین آس بالا بزنیم و یه گل سرسواد برات برای جدا کنیم بزنیم کنار <applause> شما چه خبر؟ شما خوبی؟ تو ساعت هیچ موقع دست تا کارو. اصلا به, اصلا به زمان اعتقادی نداره اگه بخوای بدونی همیشه تو مکسیکی من تایم زدم با بقیه فرق <applause> آره, آره. جالب شد خدا نکنه بخوای بری دنبالش من برم اپل واچ بگیرم زربان قلبم رو ترک کنم چه ماهی الان اپریل میگیریم برای بگیر خودت نگیری <applause> اصلا اپل واچی <واتش> نیست <applause> <applause> مسافتی که راه رفتم و مثلا ترک کنم خدای نکنه زندگی تا نجات میده کالری که سوزوندم نه 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 ما برات میفرستیم کالری که ما سوزوندیم چقدر اون تو ایران اونا رو میتونی خیلی خب امروز اپیزود 187 ما 187 واقعا دیگه بس کنیم بس خروازی ها چجوری تونستیم بذاریم که از این میدونی که 190 در واقع چرا؟ به خاطر همون باییه که ما تو شماردن داشتیم یه زمانی پیش اومد از یه هیچ... جا بعد هم ادامهش دادیم باگی وجود نداره دره. به هیچ نگفتیم به این 186 تا الان فایل صوتی وجود داره ندیگه من اینو از چیز که آماره که اکسترکت میکردم من درآوردم که ما دو سه تا داریم اینو اشتباه میکنیم خود چون اون عدد در یه مدت بود رفته بودیم دیگه عوضش نکنیم بعد تو رفت نگاه کردی فهمیدیم آ یه جا مثلا به جای دو تا اپیزود یعنی یه هفته ای که ما دو تا اپیزود داده بودیم بدون که دو تا شمرده یه دونه شمرد یه دون همچین چیزی بود حالا به یه چیزی بود 190 تا با یه تالرنس دو تا بالا پایین شما دیگه بهتره <تصفح> <هست. تصفح> <تصفح> <تصفح> خیلی خوب بریم سر موضوع خودمون جالب افتادم داریم جالب هفته من خدا که من خیلی خودم باش خندیدم اصلا خیلی ببین از فرزاد میپرسه جالب هفته این هنوز جواب نده من یه جالب هفته خود خب چرا میپرسی <صح> برو من خب بگو چی شروع کنیم بگو اصلا بخواد جالب بگی؟ <صحن> نه نه بخواد جالب بگی در مورد آقای جب باریم خب ساعت کنه جب باریم نه فوتبالیست ها آقای جب باری نامی من میدونه که که بگفتیم روز اومده بود کجا گفتی سر کار اومده بود نه 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 اشکی سر کار اومده من این اپیزود این افتر میخوام تقدیم کنم به فرهاد عزیز برای سلام آره من داشتم روی یه موضوع دیگه کار میکردم مثلا فرهاد عوض کرد ذهنیت من داشتم روی چیز کار میکردم که چرا مثلا خیلی از پدیدهای طبیعی از توزیع نرمال پیروی میکنن چی میگی؟ چی میگی؟ خب بعد از این داستان ها بعد اینو میخواستم وصل کنم به اینکه چه جوری مثلا تو جامعه ما نرمال بودن و اب نرمال یا آنرمال بودن و تعریف میکنیم و اینا اینا کجا میاد که بعد یه اتفاقی افتاد یکی بر من یه عکسی فرستاد که عکس یه خانم دوچرخه سواری بود بله بعد نوشته بود که دو چرخ سوار رو برای اقتصاد فاجعه بارن چرا چون ماشین نمیخرن بله پول پارکینگ نمیدن پول بنزین نمیدن بعد خودشون هم که سالم میمونن دکتر نمیرن دوا درمون نمیکنن و اینا درسته اینو که خوندم گفتم که نکنه امروز باید چه به نظام سرمایه داری سوال <applause> دوباره ولی اینجا هنوز به راه خودم ادامه دادم و داشتم رو همون توضیح نورمال کار میکردم که فرهاد دیر خلاص زد برای من یه دینه ستوری فرستاد که از این موتیویشن ها که میان اصلا تو جمع یه آهنگی هم میاد و اصلا یارو به ما رو تو واتساپ گایز و مثلا شروع میکنه خارجی ایرانی ایرانی بود که خارجی حرف میزن آه اوکی او که او. داریم بندازیم رو <laughs> نه بعد آره اینا که مثلا چرا انرژیاتون افتاده و مثلا باید خیلی انگیزه داشته باشید و بعد انگیزشی دیگه معمولا اینجوری هم که مثلا تا یه سنی مثلا یه زندگی انگلوار داشتن و از یه جا به بعد یه روز بیدار شدن به خودشون گفتن دیگه مثلا بس و اصلا شروع کردن زندگی عوض کردن خلاص این داشت از این میگفت که چجوری بزنس خودش رو راه انداخته و نمیدونم میگفت که بخواید پولدار میشید و باید برید دنبال پول و پولدار شید و همینجور خوشبختی و تفریح و پول و باید بخواید و من چجوری به اینج... از این چیزا خب حالا ما چون این آدم رو میشناختیم فراد که اینو برای من فرستاد فوری به ذهن من این شعر اومد که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد تکویر عجب آره. خب این... برای اون معنی کنی حالا نه اینو خب همه میدونن شعر حافظه اینو... حالا همه میدونن شعر پس یا ندونن نه دیگه حالا شعر حافظه اینو زارن برای پیامبر گفتن که چون مدرسه نرفته بود و خوندن نوشتن بلد نبود ولی خب خیلی یاد درس میداد ولی درست. حالا اینو که فرهاد بر من فرستاد من یاد این چه افتادم به بله خودی خود آدم چون... خود. پلیه آره حالا داریم شروع کنیم این... آه اصلا این چیز بود پیش آره اینجا بودشتر. آره این باعث شد که من عوض کنم موضوع رو آها آه در مورد مثلا چجوری به موضوع هم رسیدیم آره من دو هفته است دارم آره میگم خب بعد آره یه نموداری من اخیرا دیده بودم گفتم بیا یه ذره جون نمودار رو صحبت کنیم من اسم یه سری کالا رو میگم شما آخرش مثلا بگید کدومش من مهمه اینا کالاهایی که مهمه چه نظر کلا تو کلا کی مهم داره مثلا تلویزیون موبایل مبلمان لباس کتاب درسی آموزش و تحصیلات خدمات درمانی لباس <applause> <تص <تص> لخ برم تو خیابون حالا من <تص> با تمام آموزش لخ برم که من به من گفتن چرا خنده هایی بگو خود بریز بیرو خودتو خب شما چی شما خدمات درمانی آره آفرین خب حالا این مدل چی میگه اینو شاید خیلی دیده باشن میاد توی بازه 20 ساله یه سری ها رو با هم مقایسه میکنه توی آمریکا قیمت هاشونو خب حالا 20 سال این از 1998 تا 2018 20 سال از 98 میگذره و هنوز نمیتونم اینو باور کنم بعد این اینجوریه که میگه به صورت نسبی نگاه میکنه وقتی که تبدیل کنی مثلا درآمد آدما رو الان با اون موقع قدرت های خرید این, این مدل کالاها ها چه جوری بوده خب یه سری ها توی یه سری از این کالاها قدرت خرید بالا رفته یعنی آدم ها راحت تر میتونن این کالا رو بخرن یه سری هم پاینت وحشتناک پایین اومده حالا جالبه اینا که پایین اومده قیمت تلویزیون الان نسبت به اون موقع 97 درصد کم شده یعنی به صورت نسبی وقتی درآمدها رو تبدیل میکنی 97 یعنی مثلا انگار نصف شده خبر بعد بدم در تلویزیون بفرمایید ال و سامسونگ از ایران اومدن بیرون بفرمایید آره مرسی. قیمت تلویزیون رفت بالا حالا آره حالا این توی آمریکاست بعد از... این دلیلش اینه که مثلا تکنولوژی ارزون تر شده مثلا اینا تونستن به تورید بالا برسن یا اینکه دیگه انقدر کالای دقیق غیر مهمی همه دارن تو خونه ها دیگه برای این ارزون شده چیه داستانش میدونی یا نه این تیکه اولی که گفتید خیلی درسته دیگه که تولید راحت‌تر شده، هزینه های تولید اومده پایین و اینا رو خیلی راحت‌تر تانکتارشون می‌زنن. حالا گفتن نصف شده، من اشتباه گفتم 97 درصد یعنی راحت‌تر انگار با موقعی که مقایسه کنیم ما به صورت تقریبی خیلی راحت‌تر میتونن این ها رو بخرن و با در نظر گرفتن اینکه خب تلویزیون‌های الان نسبت به 20 سال پیش خیلی پیشرفته‌ترن. یعنی با اینکه کیفیت خیلی بالاتر رفته اصلا امکانات بیشتری به شما میده اینا خیلی ارزونتر و راحت الوصول ترن درست بعد اسبابازی و سافتور نرم افزار کامپیوتری اینا اینا هر کدومشون مثلا 70 درصد ارزونترن نسبت به راحت تر در درست میگیرن تلفن همه خدمات مربوط به تلفن همراه و اینا الان مثلا گوشی هایی که تو جیب ما هست از کامپیوترهای قدیمی مثلا به مراتب قوی تر رم بیشتری داره دارن پردازندش قوی <applause> تره ولی ارزون تره. یعنی راحت تو اینا رو میگیری چی میگفتن گفتن نگفتن اون گوشی یا آیفون که الان وجود داره از اون کامپیوتری که مثلاً این آپولو رو فرستاد ماه الان خیلی مثلا اونا یه رم 4 مگابایتی دو مگابایتی اون موقع مثلا این یه رم بود خیلی خفنی بود الان گوشی شما دیگه دارد ترابایت و اینا هم شماها شما ها هم میگه ها. متفاوته خب دیگه براتون چی بگم از اینا تلفن همراه اسبابازی اینا, هم اینا هم ارزون شده ماشین و لباس و وسایل خونه اینا قیمتش فرق نکرده یعنی قدرت خرید آدما برای خریدن ماشین و لباس و وسایل خونه اینا ثابت مونده ولی خب باز کیفیت ماشینا ها... اصلا امکاناتی که ماشینای الان دارن خب با 20 سال پیش در قابل مقایسه نیست از اینجا به بعد داستان از بد میشه. آخه آره خونه و قضا 50 درصد مثلا گران شده، گران شده. از 20 سال گذشته فقط از 20 تا 20 ف... سال. دیگه. این توی اوریج کل آمریکا، سیایی یعنی آره، که مثلا آره، یه آره. ایالت خاصی نه نه, نه، این ا... میانگین کل آمریکا، نمودار معروفه سال سالیانه سال... یعنی هزارم میاد ببینم. درست. حقوقا ظاهرا 80 درصد بیشتر شدن. موقع رفته بالاتر بله کسی نمیگه زندگی بهتر شده بله نمیذاره حرف بزنیم جو زود میکوبتت شهریه دانشگاه 180 درصد رفته بالا بله یعنی یک و هشت همه قبلیه بهش اضافه شده اینجوری چقدر چیزایی یاد میگیریم رفته بالاتر آفرین اونا واقعا اونا دیگه خودم باید جواب بدیم یه مقایسه بکنیم خودمون با نسل قبلی می‌فهمم که... که پس رفتم که آره سوال بود آره آره خدمات درمانی 225 درصد همین نسبت به همین 1990 یعنی 20 سال پیش 225 درصد رفته روی مریضیون که همون که بودن بوده دیگه فکر بیشتر شد خیلی بیشتر شد نه تعدادش رفته بالا ولی نوعش که عوض ام. نشده که عوض شده, شده شاید من دارم اشتباه میکنم نوع ها ثابت دیگه نو منظور چیه مثلا سرطان مثلا آره نه نه مدلای مدل های جدیدش هم میاد همون جدیدش هم میاد آره. نمیدونم بعد خب حالا مثلا توی فیلد روانشناسی آلمد مریضی جدید شناسایی میشه بله جوامع الان مریضی جدید تولید میکنه کتاب درسی هم وسط بود 150 درصد کتاب های آره خیلی خالا. آره بعد جالب نوشته بود مثلا خیلی از این کتاب هم آنلاین در دسترسن ولی کتاب اینجا واقعا گرونه من مثلا بچه ها صحبت میگه چقدر شما پول کتاب میدادین من معمولا نمیدادم حالا واسه اونی که من ب... یادم ب... یه کتاب فیزیک سال یک دانشگاه گرفتم 200 دلار آره بعد مثلا این کتابو تو چهار ماه استفاده میکنی آره. اگه نیفتی درس تو چهار ماه یعنی چقدر گفتی 200 دلار خیلی عدد زیادیه دیگه خوبی دیگه... حالا اینه که اینجا چیز میکنن دیگه بازیافت میکنن اینجوری مثلا دوره طرف میره میفروشه مثلا چم 60 دلارشو میگیره و داره آره ولی خب اینا رو ب... قاعدتن... حالا ولی خب مثلا دولت میتونه سوبسید بده بهشون هزینه تولید کتاب درسی بیاد دانشجو که نباید و پول کتاب بده خدا آره اما که گذشت آره همش ارزون میشه اینجا توی مدارس هم که میری یا مثلا دبیرستان و راهنمایی اینا اونا کتابا رو بهت میدن ولی اگه گم کنی مثلا شما 400 دلار همون یه کتاب بخری بیاری میدن نو میدن نه نه دست دوم مثلا که گرفته بودم مثل توش نوشته داره اولش اه... استودنت نامبر فکر میکنم مال اونا که گرفتن تا حالا آره مثلا یه عالمه مهر مهر خورده ولی تو شیش چی نمی چرا مثلا ن... نباید بنویسی ولی بچه‌ها دید بعد که بچه‌ها چیز دیگه کرده آره, آره کرده بودن کتاب آره, آره میگیرم بعد یکی و آره همین حالا این دوتای آخر دیگه تحصیلات و خدمات درمانی قاعدتا الا به جز ایمان بقیه میگن که جز به کالاهای خیلی آقا شما میگن. لخ وقتی بری تو خیابون کسی به نمیگه اینا نداشته باشی خب پر... آخو من هم پرسیدم چی اهمیتش چه قیمتی به برسه اصلا حرف قیمت دارم <تصفح> خب. این دوتا کالا خب خیلی کالای مهمی مهم هستند خیلی چیزایی که تو زندگی آدم تاثیر داره ولی اینا بیشترین رشد قیمت رو داشتن هم. شما دوتا اگه دوست داشته باشید الان میتونید بگید که تحصیل کردن اینجا براتون چقدر هزینه بر چقدر از بانک وام گرفتید اگه دوست دارید بگم من, آخ... آخرین چیزی که در همین فوق لیسانسی که خوندم که الان هم بده یا بدم فکر کنم شد چلا هفت هزار دولار اه... هزار دلار برای ما آب خورد پنجا هزار دولار بفهم چون چهار سال بود برای من یه ساله آره بعد مثلا شما دردش تجدید تجدیدی احساس کردید من یهو همین که بعد اینقدر هز خب انقدر هزینه طرف باید به چه سنی برسه که طرف میگفت مثلا بتونه کل رو بگیره یعنی حقوقش برا خودش بشه مجبور نباشه این قرضا رو بده 47000 دلار هزار دلار اینا اعداد زیادیه شما هر هفته یادمون بنداز 9 سال هفته <applause> پیش همین بحثو <applause> هر... کشید آره هر موقع میرم حساب بانکی میبینم اینو شب... <applause> من سیگاری شدم از هفته آره <applause> بعد آره و خب شما نگاه کنید حکومت ها و دولت ها رو در واقع میتونی اینجوری توقع بندی کنی و کیفیتش رو شناسایی کنی که در واقع ارزیابی کنی چقدر از نیازهای اساسی مردم رو برطرف کردن چقدر دسترسی به نیازهای اساسی مردم راحت تر شده میگم قاعدتا آدما ترجیح میدن که هر موقع نیاز داشته باشن بتونن برن دکتر به داروی خوب و ارزون دسترسی داشته باشن دکترای کارآمد باشه تا اینکه حالا تلویزیون مثلا خریدش براشون راحت تر بشه شما تلویزیون رو یه بار میخرید راحت 6 7 سال استفاده میکنید قبلا بود الان مثلا یه سال یه بار میسوزه واقعا تلویزیون ها از فراد بپرس <تصفح> <تصفح> ولی میگم تلویزیون چرا ماشین رو میخری چهار پنج سال حداقل حداقل بیشتر استفادهش میکنی ولی آله. خب تحصیلات چیزیه که تا آخر با تو میمونه شخصیت تو رو شکل میده خدمات درمانی که خب اصلا نیازی به گفتن من نداره که چقدر اهمیت داره و خب این دولت ها در واقع حالا دولت آمریکا که این اتفاق افتاده نشون میده که چقدر آب و جایی که میسوخته نریخته یه سری کالایی که انقدر براشون مهم بودن رو نتونسته قیمتش رو بیاره پایین چه اصلا شاید خودخواسته بوده که اینجوری رفته بالا بعد یکم بیایم دیگه بیشتر علنی راجع به نظام سرمایه داری که صحبت کنیم یه خط باری که میگن بین عشق و نفرت وجود داره عقل و ایمان چه به هم نزدیک است بعد اینو خب تو نظام سرمایه داری هم میشه دید خیلی هم زیاده کسی نمیگه همه خفر این ایمان. ویژگی هایی که داره آره. همه ویژگی هایی که داره بعد ویژگی خوب هم داره نمیذاریم <تصفح> هم صحبت کنیم بگو بگو فقط قبلش <تصفح> بگم بفهم. یه حالا یه مشکلی که من شخصا میبینم اینه که حالا قبوله که خدمات درمانی اومده در... گرونتر شده و حالا این دولت آمریکایی هر دولت دیگه این رو به صورت مجانی در اختیار مردم نذاشته یه دیگهم دیگه هم که به نظر من حالا کوتاهی بوده درش این امر درست و سالم زندگی کردن است یعنی ما حتی مثلا یادم نمیدیم که خب مثلا چیا بخوریم ما در مورد چندین بار صحبت کردیم دیگه مثلا توی مدارس به ما نگفتن که مثلا چه جوری تغذیه داشته باشید چی بخورید چی نخورید با اینکه میدم هر هفته داره یه داکیومنتری میاد که اون یکی رو نقض میکنه میگه این درسته اون یکی میگه اون درسته همشون هم میگم ما بر علم و دانش و تحقیق اینا داریم میدیم میرون ولی خب فکر میکنم از اون هم کوتاهی شده دیگه در پیشگیریه کوتاهی شده حالا درمانش هم که بدتر آره حالا مواد غذایی هم که تولید میشه لزومن با کیفیت با مستنی. کیفیت مواد نیست مواد آره حالا با این حجم توی کشور تولید میشه ام. و نکته اینه که اینا هم اکثرشون یه ماده بیسی بیسی دارن که همشون از ذرت و اینها میاد یه مقدار شکر ذرتی توش هست و مجد. آره تو هر اصلا یه ماده اصلا ذرت واقعا تو همه چی ذرت هست چون تولیدش حالا چیزی که پوشیدی هم ذرت هست آره به تولید امبور <تصفح> رسیدن بعد براتون میگه آره حالا آره گفتم این روی این مرز عشق و نفرت که را بریم یه سال میپرسم جوابشو میدونیم آیا نظام سرمایه داری ثروت زیاد تولید کرده؟ بله این سرمایه رو با خشونت و بهره برداری بیش از حد از آدم ها تولید کرده؟ بله بله اونقدر غذا درست کرده که کل دنیا رو سیر کنه؟ نه خیر بله <laughs> کل دنیا رو سیر نکرده چون... که سیر نکرده ولی اونقدی قضا تولید کرده که کل دنیا رو سیر اونقدی تولید کرده. ولی, ایتونه؟ آره. ایتونه ولی این ورش هست این قضا. نفرتشی که باعث شده خیلی‌ها تو دنیا از قحطی بمیرن خیلی ام. جاد تو چرا مشکلات وحشتناک شدن بعد نوآوری و پیشرفت آورده بله بله ولی رو خراب کرده با این نوآوری و پیشرفتش بله مثلا یه دستگاه بهینه ای تولید میکنه که چون رو سریعتر قطع کنن یا مدن معدنو سریعتر خالی کنن این نوآوری و پیشرفت باعث میشه که اون منابع بیشتر استفاده بشه یا چون سیلیکونی که توی وسایل کامپیوتری به کار میره اونا باید از طبیعت بیاد بیرون همین این تناقضی که توش داره مثلا ثروت فقر میاره نمیدونم غذای زیاد از اونور قحطی و گرسنگی میاره این حالا بهینه شدن وسایل و نوآوری و اینا از اونور باعث میشه مثلا محیط زیست تخریب بشه و این داستانا شکی توی نیستش که آمریکا توی در مقایسه با همه کشورهای دیگه کشور پیشرفته دنیا ثروت بیشتری تولید کرده چون مثلا این رو که نگاه کنید آدمای 100 تا آدم پولدار دنیا رو که لیست میکنه ده تا اولش چند تاشون آمریکا نیستن یا اصلا شما گردش مالی حالا تولید ثروت ایالت کالیفرنیا رو نگاه کنید خیلی نزدیک به خیلی از کشورهای اروپایی یه دونه ایالتشون اونقدی ثروت تولید میکنه که از یه کشور اروپایی گردش مالیش بیشتره ولی از اون طرف این نگرانی ایمان که روی قضا خوردن و اینا بود آه. که مسائل فیزیکی رو گفت نگرانی اصلی روی مسائل روحیه یعنی حالا فشاری که جوامه الان میاره حالا ما داریم تو آمریکا صحبت میکنیم همه جای دنیا همینه آه. اه خیلی مسائل مسائل مشکلات روحی زیادی رو به وجود میاره حالا در واقع یه گزارشی بود که روی 14 تا کشور مختلف بررسی کرده بودن که خب آمریکا هم جزوش بود توی اونا بالاترین اینا چهاردت کشور توسعه یافتن مثلا با آمریکا و یه سری کشور اروپایی و ژاپن و اینا بالاترین میزان مر... مشکل و مریضی روحی رو داشتن منتال نسی که داشتن آمریکا بالاترین بوده توی این کشورها بعد یه رابطه حالا شبه خطی طور داشتن بین همین مریضی روحی با اینکام اینیکوالیتی یعنی نابرابری حالا درآمد در این نابرابری درآمد هرچی که بدتر میشد مشکلات روحی هم تو اون جامعه بالاتر میرفت یعنی هر چه اختلاف طبقاتی بیشتر میشد اونا هم آدمای افسرده تری آره. می نقطه بالا راست یعنی بدترین حالت بیشترین نابرابری حقوق و بیشترین تعداد مریضی روحی رو آمریکا داشت پایین چپ بهترین حالت تو ژاپن داشت یعنی کمترین میزان مریض های روحی توی جامعه و کمترین اختلاف طبقات طبقاتی آره. خیلی جالب بود یه چیزی بگم با یه سری حالا اشخاصی که من کار میکنم بعضیشون هستن که ایرانی ولی خب مثلا از سی سال پیش رفتن ژاپن و کلا بیزینس های اصلیشون تو ژاپن و اینا و حالا تعریف هایی که میکنن خیلی باحاله میه اصلا من توی سی سالی که توی ژاپن بودم مثلا یه بار پیش وکیل نرفتم همه مثلا اتفاقایی که میفته همش اعتماده و مثلا بین حرف و مثلا بین من و تو دیگه نمیخواد بری پیش وکیل مثلا مطمئن چی این کاری, آه, کاری آه. که داری میکنی درست و اینا اینجا چی بعد میگفتن که اگرم کاری که میکنی اشتباه باشه مثلا یاکوزا میاد بالا سرت علکی نیست ولی اینجا مثلا آبم میخوای بخوری زنگ میزنی آره وکیل همه چیزو نوشته باشید دقیق بعد امضا کرده باشید مثلا یه اتفاقی افتاد سری میره از اون شکایت میکنه یه پول عجیبی میبره اصلا سیستم حقوقی عجیبی داره و میگفتش که این خیلی داره منو اذیت میکنه این بنده خدا حالا آدم چی ده... میگه حالا موفقیه آدم حالا پولداریه و میگفتش که هم موقعی که اومدم کانادا دادم دیوونه میشم میگه اصلا مریضی همینطوری پشت مریضی داره میاد و اصلا نمیتونه مثلا یه <applause> <كانده و اصلا تصفيق> دیوونه, دیوونه <تصفيق> میشه چه های دیگه اصلا نه سرما <applause> مثلا خورده میگه مثلا نه ماه خوب نمیشم به خاطر مقدار استرسی که دارم اینجا همش و با اینو سری کله بزنم طرف مثلا تمام زندگیشو ژاپن بوده دیگه میدونی با اون داره مقایسه میکنه حالا این بنده خدا هم یه دور با خاک یکسان شدن دیگه اون دو تا شهرشون تو جنگ جهانی دوم اینا چیز میکردن دیگه دو بر کار میکردن پول نمیگرفتن نصفشو چی میکنی یه بزرگی اینو گفت بیاین شما دو بر کار کنی پول نگیرید آها آره یعنی بعد از اون شرایط از جنگ جهانی دوم تا تو الان تونستن یه جوری شرایط عوض کنن حالا تو این آماره که من نگاه کردم تو همهشون دقیقا پایین چپ ژاپن بود بالا راست آمریکا چیزای دیگه مثلا تعداد قتل آمریکا قطعا بدترین ژاپن بهترین بود یا حالا مشکلات سلامت این دیگه فیزیکیه و مشکلات اجتماعی ژاپن بهترین آمریکا بدترین به خاطر موشیه. شاید چیزای هورمونی و اینا مثلا اینجا تغذیه اه. به تولیدات انبور رسیده و اون هورمونایی که توش میزنن واقعا چند بار ما در این مورد با همدیگه صحبت کردیم که آدم‌ها رو اذیت میکنه بله بعد بیشترین تعداد حاملگی حالا دختره کم سن زیر 19 سال اگهش 15 تا 19 سال بود خب این دو تا چیز داره حالا تو همه جن... همه جای دنیا ممکنه این اتفاق بیفته ولی خب کشور پیشرفته دنیا ابورشن یا حالا سخت جنین یه چیز پزشکی رایجیه و بهداشتی این کار انجام میشه آمریکایا چند تا ایالتشون تازه اومدن این قانون رو برگردوندن و اصلا نمیدونم آدم چی بگه و اینا رفتن ها در بودن که دقیقا همین آدم های کم سن و که یعنی دختره که آماده بچه شدن نیستن و حالا به هر دلیل اتفاق میفته و بچه ها نمیتونن سخت کنن بچه های اینا معمولا خیلی مشارکت خوبی توی میزان جرم و جنایت توی سالهای آینده دارن من یه پادکست رو این گوش کردم آره چی خیلی بارم بود؟ بود؟ رو. آره من گوش کردم آره توی کتابی نه نه من کنم یه دارم اینجا اشاره کردیم بهش داسته اینه که حالا من دو... کوتاه میگم اینا انتظار داشتن توی دهه نوود میزان جرم و جنایت و قتل و اینا به صورت وحشتناکی تو آمریکا بیش زیاد بشه طبق پیشرفتی که ساله قبلش چرا؟ حالا طبق پیشرفتی که یعنی نمودار رشدش رو که نگاه میکردن فکر میکنم سال توی دهه نود خیلی وحشتناک میشه دهه نود که میرسه یه این, این میفته عدده خیلی کم میشه و اینا بعد تعجب میکنن هر کی میره میفته دنبال یه دلیلی که شاید وضع اقتصادی بهتر شده نمیدونم تحصیلات بهتر شده کار بیشتر میکنن اینا دلیلش هیچکدوم کدوم نبوده دلیلش این بوده که توی دهه حالا باز 1970 خورده اینا یه سری ایالت ها میان ابورشن رو آزاد میکنن آه. و بهداشتی به انجام میشه و میگفت دیگه حالا اون خانواده ای که حالا لزومان هم اصلا خانواده نبوده آمادگی بچه دار شدن نداشتن مثلا اصلا اونقدر حالا بالغ نبودن که بچه داشتن شرط مالی خوبی نداشتن دیگه خیلی راحت میتونستن این کار رو بدون هزینه انجام بدن و دیگه بچه ای نبوده که توی اون شرایط به دنیا بیاد و رشد کنه که پس فردا بره <تصف> مشارکت کنه توی جمهور خیلی حرف جالبیه <applause> حالا این چیزایی که گفتم راجع به 14 تا کشور دنیا داستان این این که خب آمریکا حالا به عنوان نماد نظام سرمایه دارید همیشه میگه که ما ثروت خیلی زیادی تولید کردیم سطح زندگی آدم ها توی آمریکا خیلی بالاتر از جاهای دیگه است ولی خب این آمارا نشون میده که ممکنه پول بیشتری تولید شده باشه ولی خب کیفیت زندگی یه سری فاکتورهای دیگه داره که اصلا اینا قابل مقایسه نیستن با کشورهای توسعه یافته دیگه دنیا درسته تازه و رغزه آره تازه میخوایم وارد هستیم تو تحصیلات و حال خدمات درمانی بشیم توی این کشورها ها آمریکا تنها کشور توسعه یافته که سیستم بیمه خصوصی و فور پرافیت داره حالا اینجا دو مدل ارگانیزیشن سازمان میتونه باشه یا نان فور پرافیت هن که قرار نیست مثلا سوددهی داشته باشن سیستم های بیمه اونا سوددهی دارن باید سوددهی داشته باشن بیزینسه بیزنس خصوصیه که باید سوددهی داشته باشه خیلی کشورهای دنیا اینا دولتی هن. یعنی بیمه حالا خدمات درمانی دولت مثل ایران ما خدمات درمانی دولت وجود اشتماعی. داره که هم خدمات درمانی هم تامین اجتماعی که اینا حالا بالاخره سوبسید از دولت میگیرن سیاست هاشون از اونجا تامین تعیین میشه و هدفشون اینه که به آدما کمک کنه ولی خب توی آمریکا اینا یه بیزنسه آره وقتی که جون آدما رو میتونی باش دیگه سوددهی بکنی دیگه میدونی آره حالا اوباما هم اون همه تلاش کرد و یه سیستم بیمه ای گذاشت ولی آخرش هم رفت دوستمون چیز کرد آره برعکس تمام کشور اتحادیه اروپایی سیستم بیمه خدمات درمانشون دولتیه <تص> فقط آمریکا بود که یه دونه دون... آره، تنها کشور توسعه یافته دنیا. خصوصی دنیا آمریکا بعد حالا یه مقایسه کردن بین هفت تا کشور که جی دی پی تولید ناخالص داخلیشون با هم فرق داره و اینا همشون کشور توسعه یافتن راجبه چی دسترسی آدما به دکتر یعنی ازشون سوال پرسیدن که شما اگه مریض بشید فکر میکنید راحت میتونی بری دکتر هزیناتو بدی 22 درصد آمریکایی باور دارن موقع مریضی نمیتونن این کارو بکنن یعنی مریضیشون رو عقب میندازن حتی اگه مریضی که نمیتونن عقب درمان عقب میندازن درمان عقب میندازن حتی اگه مثلا یه عواقب خیلی بدی داشته باشه تاثیرات بلند مدت ناجوری توشون داشته باشه 22 درصدشون گفتن ما چون هزینه رو نمیتونیم بدیم عقب میندازیم خیلی من من قشنگ دیدم یکی یه مثال اینو آره من فا... حالا من, من از نزدیک ولی خیلی خوندم که طرف گفت مثلا دندونم هاست چیز نمیتونم کاری بکنم مسکن میخورن اینجا مثل نقل و نواد ریخته اینجا اینجا بگم دندون کانادا نه نیست. هم ما امریکا نیست. میگیم آمریکا میگم آمریکا <applause> شما که. کانادا یه مقدار شرایط بهتری ولی اینجوری نیست که ما بخوایم در واقع بگیم کانادا کانی. خوبه آمریکا بده اصلا برده. بحث این چیزا نیست اینا آماره ای که از خود آمریکا داره میاد و Allah, ما صحبت میکنیم راجبش که من میخوام بگم که مثلا بعضی آره رو من بیمه بیسیکی که وجود داره دندون که میارزه برن ایران زن کارا رو بکاره دندونش انجام آره. آره. بدن برگردن پول هواپیماش هنوز آره, آره ارزون آره. <معنی> توی کشور اروپایی میانگین این عدد 8 درصد یعنی فقط 8 درصد اروپایی ها فکر میکنن که اگه مریض شن ممکنه نتونن هزینه های درمانو بدن که توی کشور پیشرفته مثلا آلمان فقط دو درصده ببینید چقدر رفاه اونجا زیاده یعنی فقط دو درصد جامعه است که فکر میکنه اگه مریضش نمی‌تونه نمیتونه بره دکتر و هزینه درمانش رو بده بقیه از این بابت خیالشون راحته خیلی جالبه دیگه و حالا گفته بود کشورهای اسپانیا و پرتغال که توی اروپا حالا بحران اقتصادی دارن و شرایط اقتصادشون هم خوب نیست برای اسپانیا عدد دونیم درصده برای پرتغال نیم درصد درست. یعنی پرتغال که حالا جزء بدای اروپا سه برابر وزش از آمریکا مثلا بهتره بهتر. توی زمین بهداشت و در ما. و می گفت حالا این سیستم خصوصی بیمه و تشنه به سود زنای آمریکایی زنای دارویی آمریکایی اعتیاد به مسکن رو چقدر ایجاد کرده اوپیوی را جوش صحبت کرد 600 هزار نفر بر اساس به خاطر اووردوز روی اوپیوید مردن و میگفت خیلی تعداد زیادی عجیب دارن گفت 15 درصد کانسترکشن ورکر ها کار... کارگرای حالا ساختمونی اعتیاد دارن و نیاز دارن که درمان بشن به اوپیوید ات... دارن به مسکن اگر چون کارشون فیزیکیه احتمالا فشار زیادی حالا چه روانی چه فیزیکی روشونه و خب چون نمیتونن از راه درست درمان ام. کنن اینو هی عقب میندازن هی با مسکن خوردن اینو عقب میندازه اینا چیز وحشتون که اینا آمارا الان این داستان بیمه بود که خدمات درمانی اینا جز مهمترین کالاهاییه که هر آدمی تو مدرن میتونه باشه <applause> بعدیش راجب شهری و اینا که چجوری اینقدر وحشتناک رفته بالا گفتیم توی 20 سال برکش سازی کشید سر خودم توی 20 سال حقوق هم اصلا 80 درصد زیاد شده شهری چجوری هم اصلا 180 درصد رفته میشه این دوباره برمیگرده حالا به همین سیستم این دانشگاه که سوبسید نمیگیرن مثل شاید دانشگاه اروپایی که تحصیل تو اونجا مجانیه و ارز و تقاضا میگه که مثل حالا بقیه اجزای نظام سرمایه داری اینجا ارزو تقاضا وجود داره چون تقاضا براش هست یعنی نوشته بود که رشد کرده تعداد آدمایی که میخوان برن تحصیلات دانشگاهی داشته باشن قدیم اینجوری نبوده تو ایران هم نگاه میکردیم اینجوری نبود ولی خب الان اکثریت میخوان برن اینجا چون دانشگاه پولیه و خیلی هم گرونه بچه ها میتونن وام بگیرن و میگفت اون وامه هم نه درصده البته بذار... بهره اون وامد آره وام تعداد, <تصفح> <تصفح> تعداد وامایی که میدن بیرون زیاد شده اینو دیگه ایما گفتن نمیتونم خب تعداد وامایی که میدن بیرون زیاد شده نوما شما بچه ها میتونن راحت تر وام بگیرن پس بیشتر میرن دانشگاه بعد میان بیرون همین مشکل 9 درصد ایمانو میخورن یعنی پولی که گرفتم پاش از اول در یک و نه میشه باید اونو اولش هستندم. نمیگن آ... سالی آره سالی یک آره. آره. سالی آره اولش نمیگن که نه درصده میگن بفرمایید تو آره با صحبت میکنی نه خیلی زیاده به این نهی که میگه اینجا مثلا نرخ تورم کانادا چون هم دو درصده شاید دو نیم درصد سالی نه درصد خیلی عدد زیادیه همه شنونده های دانشجو رو از دست <laughs> بعد, <applause> بعد میگه که فاندایی که حالا به دانشگاه ها میرسید از طرف دولت کم شده و این باعث شده که دانشگاه ها مجبور شن هزینه که دارن رو از, از, از شهریه بردارن ها رو بردن بالا و خیلی از اون آدم سمبال آدم بزرگایی که رأی دادن که یه پارتی یا یه حزبی بیاد سر کار که تکس ها رو بیاره پایین اون پول تکسی کجا میرفته میرفته برای هزینه تحصیل بچه های خودشون و خب وقتی تکس بیاد پایین پول کمتری دولت داره پس در واقع فاند دانشگاه رو کم میکنه و از اون برم حالا اون... زیاد مهم خوش میتونن یعنی اون تاکسی که طرف سیف میکنه از پول شهری که میخواب دیده خیلی کم ولی به کلی برای جامعه بده و از اون برم صحبت کردیم که این شرکت های بزرگ و اینا حالا چه چوری آدم های چی پناهگاه مالیاتی تکس هیون تکس هیون دارن هیبن. و تکس نمیده یاری مثلا تکس رو ما این میدیم که درآمدمون کمه اونی که درآمد وحشتناک داره اون شرکت بزرگه مثلا آمازون سال 2018 صفر درصد تکس میده خب این مشارکتش رو به دولت اکان... آمریکا کم میکنه از اون بر حالا جاهای دیگه جامعه تو چرا مشکل میشه در آمازون گفتی زی بگم ام... میرسی که جف بیزوس, بیزوس. دیگه جف صداش آره خیلی مامانش 17 سالش بوده که حامله شده یعنی جفت به دنیا اومده. اگر اون سرویس بود الان آمازون نام <applause> بب... مو توی یالت نه نه چه. صحبت کردن یعنی بوده آره این یه دونه اینترویو امروز صبح داشتم تو لینکدین یکی گذاشته بود گفتم <applause> من که من بوده. چیز بودم من مامانم 17 سالش یعنی 17 سالش بود بابام هم دو... کلمبیایی بوده چون اینجا ایمیگرنت بوده و نمیدونست مثلا ویزای موندن نداشته زبونم زیاد صحبت نمیکرد و اینا با هزار بدبختی و حال من رو بزرگ کردن شدم این دنیا رو گرفت آها بعد آخریشم دانشگاه های اینجا خیلی شیکن اینو یه طرف یه مقایسه کرده بود میگفتش که مثلا میری دانشگاه میگفت کافی شاپش رو میبینی انگار مثلا رفتی یه رستوران خیلی شی من تکذیب های خیلی خوشگل دارن ساختمون های خیلی شی و اینو مقایسه کرده با زمان خودش دانشگاهی که خودش رفته بود میگفتش که اینا خیلی پیشرفت کرده و تو اینا رو میبینی میگفتش که ناراحت میشی چرا؟ چون هزینه شو باید بچه ها بدن رفیق اون شیک نرفته بوده از نسبت به تایم خود آره اون آدم آره با تایم خود اون آدم درست حسابی بود ام. با تایم خودش مقایسه کرده بود اونجا یو بی سی که هست اسم دیگه بگو یونیورسیتی آف بریتیش کلمبیا بیلدین کانسترکشن بهش میگن بچه هایی که حالا یو بی سی ترس میگن هیچ وقت نیست که برن ببینن اونجا ساخت و ساز نیست آره. حالا اینا اگه دودش تو دو چش دانشجو نره خوبه ولی خب هزینه رو بالاخره دارن از شهریه بچه‌ها در میارن دیگه خب از اون دارن یه سرویسی ارائه میدن دیگه اون ساختمون خالی نمیذاری یا مثلا رنت نمیده که آره ولی خب تو میتونی اون ساختمون با هزینه کمتری چیز کنی پولی که میمونه رو چون هم صرف ارتقای شرایط تحصیلی بکن یه مثال بود <تصفح> این جزو دلایلی بود که چرا هزینه تحصیل انقدر توی 20 سال گذشته به, سر... به, صورت وحشتناکی زیاد شده میگه به خاطر اینکه یه دلیلش هم اینه که خیلی شیک شده مثلا امکانات ورزشی خیلی سطح بالایی میینه میگه به خودی خود بد نیست ولی اگه هم. بخواد شهریه دانشجو رو اضافه کنه باعث بشه یه سری که میخوان برن دانشگاه نتونن این کارو بکنن اونایی هم که میرن تا سالها مجبور بشن. نوح سال 9 درصد پس بدن 9 سال 9 سال آره. نه سال, نه سال. نوح... ميشه... آره. نه آره. اگه باعث این چیزا بشه خب بعد تو ترجیح ساختمون معمولی چهار سال بری درس بخونی ولی بعد بازدار خونه آره همین هم گفته بود گفته بود الان حالا کورس های آنلاین ما صحبتش هم تو این برنامه کردیم اسم اون وبسایت رو میگی کورسرا کورسرا که میشه کورس ویب... های اه... آنلاین برداشت و مجانی هستن و بعد خوبیش اینه که نه حالا همش مجانی اونه که من دیدم مجانی خوبیش اینه که تو اون کورس با بهترین استاد دنیا برمیداری خب یعنی همه که این امکان رو ندارن برن سر کلاس بهترین استاد دنیا بشن ولی وقتی آنلاینه با بهترین کیفیت اونو بهش دسترسی داری و این داشت میگفت دانشگاه دیگه باید به این سمت برن که کورس آنلاین بیشتر ارائه بدن اینم جالبه دیگه هزینه هز ها ببین چقدر میاد پایین و این باعث شده که میدین قرض دانشجوی آمریکایی 57000 دلار باشه و از هر چهار تا یکیشون بالای 100 هزار دلار مغروزن توزه اینا مثلا پزشکی ها که دیگه هیچ چی دیگه اونا, او دیگه که دیگه باید پزشکی و حقوق و اینا خیلی اونا حتی پزشکی یه سری معافیت هایی براشون دولت چیز میکنه مثلا اگر لیسانسشون متح... به لیسانس بدهکار باشن او... یعنی که دکتر که شدی بری نمیدونم چند ماه یه شهر دور افتاده کار کنی اون مبلغ لیسانس آه. تو میبخش ای آره. خب میرفتیم دکتر میشونیم <applause> همه رو آره دیگه مثلا این چیزا داره چقدر آره جالب نه ولی خب اینا. مثلا دولت به دکترا و اینا خیلی وامای خیلی ارزون میده که بتونن مطب خودشونو بزنن و اینا تقریبا صفر درصد میده بلند مدت صد درصدش هم چیز میکنه پولشون میده برای مطباشون آره ولی خب گرونه دیگه حالا هم. تو همین فری که منظورم اینه که این میاد این سرویس رو به دکتره میده نه به توی اون سوبسی تو میده آره. به دکتر میده نه به تو ولی خب دکتره آره. پولشو رو کامل ازت میگیره آره اون سری هم حالا اشاره تو همین فری کانامیکس میگو مثلا وقتی میتونن تلویزیون به این ارزونی تولید کنن چرا نمیتونه مثلا سیستم خدم و درمانیش خوب کنه دانشگاهاش رو ارزون کنه کیفیت بالا ببره که خب حالا چیز داره و اینا این هزینه باعث میشه یه سری ترقیب شن به مکتب نرن و خط ننویسن دیگه عجب آره بعد یه ذره میگیری پایین از صورت ماهت ببینن بخونم. <تصفح> <تصفح> یادم باید بیاد آره بعد دوباره تو همین پادکست فریکانامیکس یه بخشیش تازه داشت همین نظام آموزشیشون هم دیس میکرد که یا عالم از این مطالبی که اصلا در به دردشون نمیخوره حالا جالب مثالی که میزد یه چند تا چیز ریاضی داشت میگو میگو این اصلا تو زندگی به درد نمیخوره درد ریاضی راهنمایی بود که ما تو ایران میخوندیم بیان ببینم اصلا تو ایران باید رو چیا میخونن دیگه آره خوش و داشت میگو مثلا به جای این چیزه باید چند دیتا انالیسیس یاد بدن جزء حالا مهارتایی که الان تو دنیای الان سر کار خیلی به کار میاد میگو مثلا به بچه باید یاد بدن چه جوری مثلا چون هم دیتا هایی که جمع آوری میکنن و حالا رست کنن پلات کنن بتونن تحلیلش کنن میگم اینا چیزاییه که خیلی به دردشون میخوره نه اینکه حالا برد تا رو بتونن برن حساب کنن مثلا درد میخوره اصلا به درد میخوره بعد همین دیگه تو این قسمت آره توی اون شیشو دارم پشت کاغذت چاپ کنم <تص> خب نمیبینم اون قسمت چیز مصرف گرایی نقل کرده بودیم که از اون اقتصاددان آمریکایی که گفته بود هدف حکومت باید به مردم به مصرف بیشتر باشه و ما اینا رو باید مصرف کردیم قرار به اون بر بخوره تولید آره بیشتر هم سود بیشتر و اینا این نمودار دقیقا داره نشون میده اینا تون قضیه موفق بودن یعنی اون چیزی رو که هدف قرار دادن تلویزیون ارزون دارن میدن ارزون میدن بازی ارزون میدن ولی خب کالای ضروری نشده دیگه یه دوره برگردیم به استوری که فراد برام فرستاده بود آره آره بگو کی آقا چی این موتیویشن و رو تعدادشون از آدم داره میزنه بالا <applause> بعد تو سوال نصلا هر جا میری یکی میخواد شما رو موتیویت کنه ما الان یه جورای خودمون این کارو میکنیم دیگه از گایی. اینا کنه. همشون تا یه سالی رو مبلون خوابیدن توی زیر زمین آف. بعد یه روز تو یه روز <تصفح> <تصفح> یه روز اینجا که بیدار میشن دیگه بسه <تصفح> من باید اصلا اینجوری نیست مثلا تغییرات عمیق همیشه تدریجی جا تو نمیتونی یه یا... خب یعنی از, امراه از, امراه از آدم به اینجور چیزا الان میفروشه دیگه مثلا این چیزای مسخره اینو همینه آره اینجور چیزا الان میفروشه همون یارویی که من بهت گفتم الان میگه تضمینی 90 روزه من واقعا میخوام کلاسشو بردارم ترکی یاد نه آره دیگه برو نه. دی انگلیسی نه من میخوام انگلیسی ببینم واقعا چی درس میده نه برو ترکی اون یارو مکالمه آخه خود دل اشتباه تلفظ میکنین حرف میزنید دیگه بعد اینا میدونید اکثریتشون چیزن کلا بردار عذاب در میان موتیویشنال اسپیکر آره حالا چند تا چیز داره یکی اینکه اگه یارو شغلش اینه که همیشه هر کان آرتست دیگه به این جور چیزا تو کی موفق شدی خب اگه همش حرف بزنی که وقت نمیکنی کار کنی چون حرف و کار رابطه معکوس دارم با هم هرچی بیشتر حرف کمتر کار می‌کنم یه حالا چیز قشنگی دیگه میگفت می اصلا ممکنه واقعا موفق شده باشه ولی این توی اون پرابلم ست خودش یعنی توی اون مشکلاتی که داشته موفق شده و میگه شما هر مشکلی رو حل کنی یه سری مشکل جدید پیش پای تو به وجود میاد و میگه لزوما راه حلی که اون داشته تو زندگی تو کاربرد نداره مم. حالا تو بری اونو گوش بدی و بخوای موفق بشی و دلیل اینکه که میگفت همه هم این حرفای پر انرژی اینا میزنن میگفت کسی که میره اونجا انتظار داره یه همچین حرفی بشنوه اصلا, دیگه اصلا پول داده که بره اونجا مثلا یه چیز عجیبی بگه یه راه عجیبی جلو پاش بذارن که شورت آره دقیقا میانبور بزنه و حالا اگه یکی مثلا یکی مثل من پاش بره اون بالا بگه هیچ چیز ارزشمندی راحت به دست نمیاد اگه راحت به دست نمیاد اصلا ارزشمند نبوده که خب این حرف اصلا جذاب نیست کسی هم <applause> اه... گوجه میزنن به آره واقعا گوجه <applause> میزنن ولی خب واقعیت همین 43 دقیقه جمله از این نویسنده خیلی معروفی پرسیده بودن که چجوری نویسنده خوبی بشیم گفته بودش که باید یاد بگیرید که این ما تحتتون رو گره بزنید به بدوزید به صندلی <applause> یعنی اینکه اونی که میتونه بشینه و کار کنه و تلاش کنه است که موفق میشه هیچ میانبری نداره هیچ فرمولی نیست هیچ ده تا راهی نیست که شما اینا رو انجام بدید ما کتابا میاد ده تا عادتی که نمیدونم جف بیزوس داشتن صبح ساعت 4 با... بابا بابای من مثلا بچه بودم و اینا خیلی به درما کنترل میکرد که من درس بخونم مطمئن که من از زیرش در نمیرم و اینا و مثلا من اولش مثلا یه دقیقه اول مثلا پشت میز بود بعد یواشاش مثلا میرفت رو زمین بعد میرفت رو تخت و اینا همینطوری درس خوندن هم یه بار عوض و همیشه میگفتش که رو تخت هیچ کس هیچی یاد نگیره بوده <applause> <applause> اگر که چیزی یاد بگیری پشیم بشته میدیز و بنویس به خودت خودتو به آره. هیچ شورتکات هیچ میانبری نداره هیچ کدوم از این موتیویشن هستی که هم اینا به درد نمیخونه که اول میاد و کف و بزنس خودم و بریم دنبال پول و بگم جالبه تو بگو جالبه اصلا خیلی جالبه باحالیه. حالیه آقا... با آقا اینجا آره خوب اگه با نود بگید اگه با بالنو... که بچه هم میگن اگه با اینجا یه رودخونه است به نام کپیلان و ریور خب که توش ماهی و اینا رفت آمد میکنه و مثلا بعضی میرن ماهی میگیرن خیلی ها میرن اونجا ماهی میگیرن اینا نه الان هم هست یعنی حالا سمن یه, ماهی یه ماهی فصل نبید. خاصی آه. ماهی های مختلف است. بعد فرضا تو میدونی کجاست دیگه بله نمیدونم تو, تو میدونی تو رو با هم دیگه فرضا دورتره تو رو بردم چند خب بعد خلاصه اینا ماهی میگیرن و اینا یه چیز بود یه گزارش داشتن میگرفتن که یه آقای ایرانی که فرمیشون آقای جباری بوده چیز کرده یه نفر نجات داده یه نفر در حال ماهی گرفتن یادش قرق میشده خب بعدش داشتن ماهش مصاحبه میکردن و آقای خیلی آدم باحالی بس علی جباری رضای جباری نمیدونم اینا فوتبالیست اینا کی گفت بعد داشت صحبت میکردم گفتش آره من تا الان اینجا نه نفر رو نجات دادم آخه چه جوری نجات داده داشتن میافتادن توی آب و اینا رفته واسه اینا رو کشیده بیرون نه, نه. بعد میگم مثلا دفعه قبلی دوربین نبوده این دفعه مثلا شانس اون یکی داشتی فیلم میگرفتی که الان من مثلا شما اومدین دارین ما مصاحبه میکنین و اینا فیلم شرمنده اون روزی که داشته مصاحبه میکردی یکی میفته میمیره تو همون جا اگه مصاحبه نمیکردی نجات میداد یه بار رفت یه بار رفت دیگه مرده اصلا رسل آره اصلا مونده بودم که حالش آخی... اونجا بود بشینه آدما رو نجات بده اصلا نمیده آقایت چه جوری بودی که مثلا هر روز رو او رو... اونجا بود مثلا نه نفر اونجا مثلا یه لبه ای نمیذارن که اون نمیدونم چرا اینجوری بوده و اون یه روزی آقا بردم باش مصاحبه کنن نیم یکی مرد سگ گفتم از سر کار بزنم آقا برم بشینن اونجا آدم نجات بدن خلاصه من اینو تو چیز داشت میگفت بلنی. تو رادیو داشت میگفت آه. اصلا مرده بودم و خنده داشت اینو توضیح میداد آقای جباری آقای جباری آقای جباری سلام خلاصه خیلی آدم پوری بود خیلی خوب تو چیز داری میخوای بنزیم برای اپیزود بعدی برای بعدی خیلی خوب تمام؟ آله. خیلی خوب ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر که میخواین با ما مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برای ما خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و پنجشنبه با یه موضوع جدیدی که برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ خدافظ